بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد اول، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل چهارم، فلسفه بهداشت و درمان، خودشناسی طبی. صفحه 172. منشأ بیماری های اعصاب و روان، فلسفه اسلام. سلامت یک معنا و واژه دینی و قرآنی است و به معنای تسلیم بودن است، تسلیم حقایق و ندای وجدان و امر حق. این تسلیم البته معلول معرفت بر این حقایق و امور است، وگرنه آدمی حد اکثر با اکراه و ریا تسلیم است. همه امراض عصبی و روانی و عاطفی بشر حاصل درگیری و استهلاک حاصل از تکبر و انکار حقایق است و تکبر نطفه کفر و القای شیطان در انسان است، زیرا شیطان دشمن سلامت بشر است. جنگ انسان با حقایق فطری درون خودش و با حقایق جهان بیرون منشأ همه امراض اوست. لذا این امراض به مثابه عذابهای حاصل از دین ستیزی اوست. این کبر و انکار و جدال به تدریج موجب ایجاد بخل و حسد و عداوت و کینه شده و دل را که کانون حیات و اراده ذاتی است رنجور و تباه و شقی می سازد و این همان مرض قلب است که در قرآن مذکور می باشد و منشأ همه بیماری های عذاب آور بشر است. ادامه این بخل و عداوت در ذهن منجر به تشنج و پریشانی و هذیان و خشم و جنون می شود و اعصاب را که پیوند دهنده همه ارگان های تن و جان هستند به گسست و عقده و افسردگی و ناکارایی می کشاند و همین امر نظم و اتحاد درونی اعضا و جوارح را از بین میبرد و به تدریج این از همگسستگی موجب ناکارایی کبد و کلیه و معده و غدد میشود و امراض خونی پدید میآورد. آن که تسلیم امر حق و فطرت دینی میشود، کل جهان بیرون تسلیم او میشود. از بین رفتن این اتحاد موجب از بین رفتن سیستم دفاعی بدن در قبال امراض و تهاجمات بیرونی و بیماری های مصری می شود و این به معنای از بین رفتن ایمان تن و جان است که منشأ امنیت وجود می باشد.